در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای محمد کریم عظیمی، رئیس اجرایی انجمن صنایع افغانستان. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر. سلام بر شما بیننده شما. ممنون. آقای عظیمی، شما در گزارش هم صحبت های اداره تدارکات ملی را شنیدین در مورد از اینکه شکایت ها وجود دارد بابت اینکه بیشتر در پیمان های داخلی به آهن آلات خارجی اولویت داده میشه، اما اداره تدارکات ملی هم میگن که کارخانه داران باید قیمت هایشان متناسب نسبت به بازار عرضه بکنن تا اینا بتونن که پیمان ها را به دست بیارن. واقعا این دلیل میتونه قناعت بخش باشه به کارخانه داران؟ بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه چندین بار است که شعار حمایت از تولیدات داخلی فقط شعار مانده و در عمل پیاده نمیشه. از اون دفتر رئیس صاحب جمهور وقتی که ما میبرایم با ادارات سکتوری روبرو میشیم و با مامورین ادارات ارشد سکتوری روبرو میشیم، متاسفانه با کندی کار و با کارشکنی مواجه میشیم. فرمان رئیس صاحب جمهور در قسمت استفاده از تولیدات داخلی صریحا موجود است که 25% اینا ترجیح داده، حتی اگر قیمتشان بالاتر باشه از تولیدات بیرونی یا خارجی. متاسفانه در این اواخر کشور ایران با عملی نمودن سیاست شوم دمپینگ یا قیمت شکنی در بازار کمر بسته کرده که صنایع داخلی ما را در همه سکتورها مخصوصا سکتور زو و آهن به ورشکستگی کامل مواجه بسازه و یک رقابت منفی را در مارکت اینا ایجاد کردن که متاسفانه بسیار جای شرم است که حتی مسئولین حکومت ما هم در قسمت با اونا همساز و همکار هستند. ما عملا در گمرکات میبینیم زمانی که قیمت جهانی یک تن آهن آلات ثابت است $550، ولی در دیتابیس از اینا به $350 تقلیل یافته یا کاهش یافته، و همچنان عدم تطبیق تعرفه‌های گمرکی، مسئله قاچاق از مرزها، مرز طولانی که ما با ایران داریم و مشکلات دیگه وافره که دامنگیر این سکتور مهم و حیاتی صنایع کشور گردیده، متاسفانه این دست به دست هم داده و نگرانی بزرگ برای ورشکست نمودن این سکتور و بیکار شدن هزاران تن از هموطنان ما و یک فرار سرمایه را زمین سازی. یعنی با این وضعیت حکومت نمیخواد که حمایت بکنه از کارخانه‌دار داخلی؟ متاسفانه به خاطر که عملا آل ما میبینیم که همین فابریکات تولیدشان کاهش یافته، حتی 80% از این فابریکات کاملا به شکل رکود مواجه هستند، یعنی هیچ تولیدات هم فعلا ندارن. در کابل و در مجموعه که در افغانستان ما 38 فابریکه زو و آهن داریم با یک حالت کامل ورشکستگی مواجه است. اگر دولت در کوتاه مدت توجه نکنه، من مطمئن هستم که بسیار بعید نخواهد بود که فابریکات زو و آهن ما دروازهشان بسته شود و هموطنان ما بیکار شوند. نه تنها سکتور زو و آهن بلکه سایر سکتورها را ما اگر ببینیم، زمانی که همین صنعت نوپای افغانستان که از 10 سال به این طرف ما یک رشد چشمگیر داشتیم، متاسفانه شکار دو همسایه بزرگ ما که در پالوی ما هستند و کشورهای صنعتی هستند، ایران و پاکستان، همواره مورد حمله و تهاجم سیاست های دامپینگ از اینا هستند. متاسفانه حکومت تا حال را پالیسی دامپینگ هم از پارلمان پاس نکرده و یک پالیسی مشخص برای حفظ تولیدات داخلی و برای رشد صنعت و خود مواد قانون اساسی که مشخصا صریحا ماده 11، 12 و 13 ذکر گردیده که تشویق، حمایت، مصونیت تولیدات داخلی و رشد سکتور خصوصی از وظایف اساسی دولت و دستگاه اجراییش که حکومت است به شمار میره، که متاسفانه به این وظیفه خود حکومت تا حال را کوتاه آمده و فسادی که موجود است. کوتاه آمدن شما فکر میکنین که در آینده وضعیت کارخانه داران به ویژه در بخش زو و آهن چی خواهد شد؟ خب معلوم دار از زمانی که حمایت موجود نباشه و از یک سو رهبری حکومت خواستار ازی باشه که بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن و مردم را تشویق بکنن، سرمایه گذارها را تشویق بکنن، مخصوصا در بخش معادن ما که از این باد افغانستان یک چشم امید بزرگ برای معادن افغانستان است که در قسمت به میلیون ها دلار باید سرمایه گذاری شود، ولی زمانی که سرمایه گذارهای خارجی یا سرمایه گذارهای افغان ما که منتظر هستند هنوز سرمایه گذاری نکردن، اونا حالت سرمایه گذارهای فعلی را که عملا در صنعت فابریکات بسیار بزرگ و مدرن احداث کردن میبینن، پس اونا هم دل سرد میشن و امی تصمیم سرمایه گذاری در افغانستان به زمان و مدت بسیار طولانی می انجامه و مسئله سیاسی هم شما می فهمید که با یک وضعیت اندک سیاسی
همه کارها برکود مواجه میشه. انتخابات پارلمانی را که ما گذاشتاندیم و انتخابات آینده ریاست جمهوری را که داریم مسئله صلح هست که یعنی تقریبا همه کارها را به شکل رکود مواجه ساخته و حکومت باید یا حکومت ها در مجموع هر حکومتی که میه ادارات مربوطه اینا به کارهای خود ادامه بدن، وظایف اساسی خود را پیش ببرن، با تغییر و تبدیل وزیر، با تغییر و تبدیل حتی رهبری حکومت نباید کارهای روزمره ای ادارات متوقف کرده و از رشد اقتصادی که ما خوشبختانه تا 15 سال از نظام نو که شروع کردیم باید این را ادامه بدیم و بالاخره افغانستان را به شکوفایی اقتصادی برسانیم. بله. خواهی زمی پس راه حل چی است؟ چگونه حکومت میتونه که حمایت بکنن؟ امون 25% که اینا خواستن و خودشان هم گفتن که به آهنالات افغانستان در پیمانهای داخلی اینا به سمیتن به ویژه فرآورده های داخلی چی برنامه روی دست بگیرن به خاطر عملی سازی همین تعهد حکومت؟ به ما بسیار جالب بود در گزارشتان سخنگوی اداره تدارکات ملی گفتن که ما ارجیت میتیم ولی یا هم قیمتای خود یک کمی از قیمتای بازار یعنی با قیمتای تولیدات خارجی. خب اوجا فرمان رئیس صاحب جمهور سریعا موجود است که 25% هم اگر قیمت بالا باشه شما از تولیدات داخلی استفاده بکنین. پس ده قیمت مناسب و قیمت غیر مناسب چی است؟ بله کیفیت باید چک شوه و کوالیتی جنس و همچنان فابریکات معلوم است در پارک های صنعتی فابریکات است بازارها تن هزمتانان ما فابریکات بزرگ و متوسط و کوچک ما زمینه کار مساعد ساخته ولی این بهانه شده نمیتونه که باید قیمت ها مناسب باشه و ما باز قرارداد را عقد بکنیم. تشکر سپاس از اینکه به اون رفتین. تشکر از شما.